درود فراوان بر فرزندان ایران زمین. پیرو عملکردهای هسته های براندازی و پیروزه هایی که ما در این رابطه به چشم دیدیم که نیروی همبستگی و نیروی عشق به ایران و ایرانی و میهن پرستی نیرویی هست که میتواند دشمنان ایران زمین رو نابود کنه. و من در این لحظات حساس از تاریخ کشورمان ایران انتظار دارم تمام نیروهای دموکراتیک، تمام نیروهای آزادی خواهانه برای میهن امورایی همسو بشن با سازمان پارس و شورای براندازی و این همسویی نیروی عظیمی به وجود خواهد آورد که دشمنان ایران زمین رو نابود خواهد کرد. در حال حاضر ما میبینیم که هسته های براندازی فعال شدن در ایران و ضربات محکمی بر پیکر حکومت اسلامی در حال وارد ساختن میباشد. خب در این رابطه هرچه بیشتر نیروهای سیاسی و عملکردی در کنار نیروهای ضربتی فعالیتش گسترده تر کنه، ما امید بیشتر داریم که زودتر میتوانیم با همیاری یکدیگر تمام این مزدوران سیاست بین المللی، شیاطین مذهبی در ایران، اهل عمامه، دستاربندان و ملایان جانی و قاتل و دزد رو از کشور ما بیرون کنیم و ایران اهورایی را دوباره به چنگ بیاوریم و سرزمین ایران به دست میهن پرستان اداره شد. در این رابطه ما میبینیم که سیاست های بین المللی با تصویر و سناریوهای مختلف در مسیر نگهداری، استمرار و تحکیم این حکومت همواره به مدت 29 نزدیک به 30 سال نیروهای مبارز رو به انحراف کشوندن و حمایت از حکومت اسلامی شده و متاسفانه نیروهای مبارز در این 30 سال نتوانستن در یک مسیر میهنی و براندازی همسو شدن. زمان فرا رسیده است، زمان همبستگی و همسویی فرا رسیده است و باید از این لحظات بسیار بسیار مهم که تاریخ ایران رو تغییر و دگرگون خواهد ساخت استفاده کنیم و تنها حرکت همبستگی همسویی در مسیر براندازی و حمایت از شورای براندازی میتونه راه و چاه آینده رو تعیین کنه. و انتظار من از این فرزندان ایران زمین و تمام مبارزان راه آزادی این است که از مسیر براندازی و تاکتیکا و استراتژی شورای براندازی حمایت کنند تا بتوانیم ایران آزاد و آباد و سرفراز را به چنگ بیاوریم. نظر من در مورد گروه های مختلف بارها اشاره شده، گروه های مختلفی از جمله ملیون، از جمله سوسیالیستا و کمونیستا و احزاب مختلف در ایران آینده احزاب آزاد خواهند بود. در ایران آینده تمام افکار با تضاد مثبت سازنده در کنار هم خواهند بود و برای سازندگی ایران ما احتیاج و نیاز به افکار مختلف و دید اقتصادی، سیاسی و اجتماعی از زوایای مختلف داریم و این مهم در یک جامعه چند حزبی تعمیل خواهد شد و ما امیدوار هستیم که کسانی که احساس مسئولیت میکنند در قبال آینده ایران به شورای براندازی بپیوندند و در این شورا فعال باشند تا بتوانیم با همیاری و همسو کردن تمام نیروها
دشمن ایران زمین رو نابود سازیم. این دشمنان ایران زمین چه در داخل و چه در خارج ضربات بسیار بسیار مهلکی بر پیکر اپوزیسیون واقعی وارد ساخته است تاکنون، به خاطر اینکه ما اپوزیسیون واقعی نتوانسته ایم در یک مسیر و در یک استراتژی همسو شیم. این همسو شدن در استراتژی و تعیین تاکتیک های عمل کردی باعث میشه قدرت اپوزیسیون و قدرت عمل کرد چه از لحاظ گفتاری چه از لحاظ کرداری به حدی میرسه که دشمنان ایران زمین نتوانند تاب و طاقت در مقابل این نیرو بیاورند و این نیرو باعث میشه آزادی آبادی و سرافرازی به ایران باز گردن. و من انتظار دارم از تمام اصناف، هرچند که بارها گفتم دانشجویان پیشرو هستن، زنان ایران زمین پیشرو هستن و کارگران و کارمندان مخصوصا معلمان در این رابطه بسیار فعال بودن و انتظارم از نیروهای مسلح چنین است که آنها نیز نیروی مسلح ملی باشند، در کنار ملت ایران قرار بگیرند و از جنایتکاران اهل عمامه و دستاربندان کنارگیری کنند، چرا که فردای ایران زمین پاسخگو باید باشند. و هرچند که نیروهای مسلح تعدادشون در کنار سازمان پارس و شورای براندازی قرار گرفتن، من آرزو و خاص من این است که همه نظامیان و همه نیروهای مسلح در کنار این نیرو قرار بگیرن تا بتوانیم در کنار ملت ایران و نیروهای مسلح این حکومت دستاربند و این حکومت جانی و این حکومت ضد ایرانی و ایران را نابود سازیم. هرچند که سیاست بین المللی و حکومت‌های دنیا در این رابطه بی تقصیر نیستن، ولی نیروی هماهنگی و نیروی همبستگی ملت ایران نیروی عظیمی است که این نیروها سر تعظیم فرود خواهند آورد. جاوید ایران به امید نابودی دشمنان ایران زمین.